آقای مشتبه شکوری سلام سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادت خواهش میکنم که موضوع صحبت این هفته و کتابی که میخواییم معرفی کنی این چیه؟ امروز میخوایم در مورد پیری حرف بزنیم با یک کتاب خیلی شگفت انگیز اسم کتاب اینه چگونه پیر شویم نوشته خانم آن کارف ترجمه خانم مهناز شیرازی عدل و نشر هنوز از سری مدرسه زندگی بله. آلندوبا آلندو این سری بقیه کتاباش هم خیلی جالب و خوندنیه و مباحث خیلی مختلفی که به درد زندگی روزمره ما نگاهمون به زندگی میکنه همینطور در واقع پیوند علوم انسانیه با زندگی روزمره منم خیلی از این سری یاد گرفتم حالا اگر باز موقعیتش پیش اومد کتابای دیگه این سری هم بنا به موضوع, موضوع خیلی هم تعداد کنی. زیاد و هم هم کار بردی چطور با تنهایی کنار بیایم بله. شغلمون رو انتخاب کنیم چیزای خیلی مختلف چجوری با طبیعت در واقع مواجه بشیم خیلی مباحث جالب بعد این کتاب فقط مختص سال خورده ها نه نه همه ما که در ترس از پیری هستیم و تو جهان مدرن انگار این ترس از دوازده سیزده ساله شروع میشه اون چنان که توضیح خواهیم داد این برنامه برای همه ما مناسبه حتی اگر پیر نیستیم بسیار آره. بخنی. خیلی کمک میکنه ببینید من یه خطیه کتاب بگم بعد چیرژه بزنیم تو مباحث و قصه ها و فکت ها و اینا رو در مورد صحبت کنیم ایده یه خطیش اینه که تو جهان مدرن دو تا نگاه به پیری وجود وجود داره یه نگاه پیر جوانه در واقع نیو اولده که تو تبلیغ های بازرگانی و اینا میبینیم پیر مرد یا پیر زن هایی که خیلی سرحالن خیلی میدونیم گرم کن پوشیدن معمولا خیلی خوشحالن میدون فعالیت بدن و خیلی دور از واقعیت پیری از اون طرف هم تو سینما کلیشه هایی میبینیم از سالمندانی که خیلی افسردن، خیلی تنهان، خیلی منزوین، خیلی وابستن و در واقع کتاب در جستجوی یک راه سومیه. یعنی فارق از کلیشه های پیر جدید و فارق از کلیشه های پیر تنها دنبال این تعریف واقع بینانه از سالمندی، از کوهنسالیه و خیلی برای من ایدهاش جالب بود کتاب ما سروش تو جهان مدرن در یک ترس دائمی از پیری به سر میبریم انقدر که حتی شاید موضوع ما برای بعضی رو مسترف کننده باشه یه جوری شده که حتی انگار اسم پیری رو هم که میشنویم احساس میکنیم فرایند پیری رو تسریع میکنه میدونید شاید در جهان ما بزرگترین تعریف از کسی این باشه که بگیم به سن و سالت نمیای خیلی جوانتر به نظر میای میدونی در واقع توضیح میدیم که این شرایط فرهنگی چطور تجربه تجربه سالمندی رو میسازه چطور تجربه سالمندی رو دردناک داره میسازه یعنی برای خیلی رنجاور شده و سعی میکنیم با یه آگاهی انتقادی بتونیم اون راه سوم رو با همدیگه طی کنیم کشف کنیم بودیالن میگه من با پیری مخالف نیستم چون راه دیگری برای فرار از جوانمردی نمیشناسم این کتاب در مورد این نیست که چطور پیر نشیم برعکس صنعت عجیب مراقبت و نمیدونم بهداشتی که 300 میلیارد دلار گردش مالیشه کتاب در مورد ایده دیگری حرف میزنه چطور بهتر پیرشیم هان حالا که قرار این سرنوشت همه ماست تازه اگه خوش شانس باشیم اگه جهان مرگ نشیم چطور این دوره رو بتونیم بهتر طی کنیم یه ایده درخشان کتاب اینه که پیری رو ما در جهان مدرن به عنوان یه مرحله میبینیم که ناگهان بهش وارد میشیم یعنی یهو پیر میشیم ولی در حالی که ایده کتاب اینه که پیری از اولین لحظه تولد شروع میشه بزرگترین دلیل پیری و اسباب پیری تولده ما از لحظه ای که به دنیا میاییم به صورت مادام عمر در حال پیر شدنیم در واقع یک پیوستار میدونه این رو نه یه مرحله ای که انگار بخشی جدا از زندگی همین ایدرم هم حالا باز بیشتر باز میکنیم راجبش توضیح میدیم مغز ما آقای سهد برخلاف در واقع اون نگاه کلی که به کوهنسالی وجود داره در پیری توانایی هاش رو از دست نمیده میدونید چرچیل در هفتاد سالگی برای جهان نقشه میکشید فرانک رایت معمار در هشتاد سالگی طرح موزه عظیم نیویورک رو در واقع بنا نهاد و آنچنان که خواهیم گفت بسیاری از بزرگان اوج شکوفایی و خلاقیتشون رو در دوره پیری طی کردند. در واقع ما در پیری از یک خلاق غیبت سرکش که در جوانی داریم به یک خلاقیت شکل یافته تر میرسیم یعنی خلاقیت اون برخلاف کلیشه‌های رایج متوقف نمیشه فرهنگ ما یه جورایی یک فرهنگ پیرستیزه میدونید انگار که آدم‌های کهنسال این ادعای مدرنیتر رو که بر پیری قرار فائق بیاد دارن مسخره میکنن انگار حضور فردی کهنسال فردی سالمند با همه در رنج‌های سالمندی داره به ما یادآوری میکنه که این سرنوشت همه ماست و برای همین ما تلاش میکنیم اینها رو یه جورایی تردشون کنیم آلمان چند سالی که شروع کرده به صادرات سالمندان به کشورهای اروپای شرقی در واقع سالمندانش رو صادر میکنه به اونجا از این بر مهاجرهای جوون میگیره و دلیلی هم که براش میارن اینه که خب حزینه های مراقبت و نگهداری در اروپای شرقی ارزانتره ولی یه خانش دیگه از قضیه اینه که خیلی ترد باری داره رخ میده انگار ما حتی سال مندان رو نمیخوایم ببینیم چون سرنوشت محتوم همه ماست انگار میدونید این نکته جالبی شما چند سالتونه؟ من پنج و شیش سالی پنج, و پنج, و پنج, و پنج تموم شده وارد پنج و شیش این دقدقه رو دارید الان یا بهش فکر میکنید؟ بله ولی دارم رو خودم کار میکنم که کمتر بشه درسته شما تجربتون شده. چی بوده؟ کمی هم شما بگید و بعد شروع کنیم قصه های کتاب از چی؟ از تون در میان سالی چه تغییراتی رو تجربه های پیریم نه شما که ما ارزم به حضورتون که من از روزی که به دنیا اومدم نگرانی برای مرگ داشتم چه مرگ عزیزان چه مرگ خودم یعنی همیشه برام یه پدیده مجهول و ای بوده ولی هر چقدر سنم داره میره بالا خیلی خوشحالم که یواش یواش نمیگم الان کامل شده ها به هیچ وجه منظور و نظرم این نیست ادعای بزرگی امیدوارم یه روزی بشه خیلی امید دارم خیلی داره دارم با مرگ به قول شما به جای اون واکنش های هیجانی واکنش هم داره نرمتر میشه و امیدوارم این نرمی اینقدر ادامه پیدا کنه که خیلی نرمم بمیرم و بقیه اتفاقا درسته خیلی جالب ان که سلامت باشید یه نکته ای رو اضافه کنم در واقع استفاده کنم از من اینکه برام حادثه ای پیش نیاد برخوردم با مرگ درسته در واقع نگاهتون برد. به مسئله آره ببینید بعضی خیلی از آدما مثلا در جوانی فکر میکنن پیری دوره یه که ناگهان ما عوض میشیم به آدم دیگری تبدیل میشیم این خیلی شبیه فانتزی ما در کودکیه که فکر میکردیم اگه بریم دبیرستان یه آدم دیگه میشیم در حالی که پیوسته است یعنی یه چیزی که شاید آرامش بخش باشه و من از خیلی از آدمایی که از من بیشتر پرسیدم اینه که ما همون میمونیم همون آدم در واقع مثل لایه هایی میمونه که تنه درخت داره میدونی اینا همه در بر میگیرن هم دیگر و فردیت ما خصلت‌های های ما ویژگی های ما ممکنه بخشیش تغییر کنه ولی همچنان ما ماییم میدونی یعنی نباید به پیری به عنوان دوره نگاه کنیم که کاملا در واقع ما گسسته میشیم از جریان زندگی تو جهان مدرن نگاه اینه دیگه انگار زندگی به دو قسمت تقسیم میشه تا قبل از سالمندی و بعد از سالمندی که تصویر متاسفانه خیلی سیاهی هم از اون دوران میسازم. یکی از مشکلات سال نیست واقعا آیا سوالمه یعنی اینکه ما احساساتمون و حواسمون و حتی های مغزمون تا حد زیادی همونیه که در جوانی بوده. نه تغییر میکنه ولی آره، به منزله و... از بین رفتنش آره، نیست. ولی خیلیش پایش ده. اصلش همونه. ولی قوای جسمیمون دیگه کاه کا... دقیقا. دقیقاً،, دقیقا در واقع روحی گستاخ و آوازخان در ما هنوز وجود داره ضمن که خیلی از قوای حسیمون هم تغییر میکنه همون مثلا معروف روح خواهان است و جسم ناتوان دقیقا دقیقا ولی در واقع آقای مثلا توانایی مهرورزی ما خیلی بیشتر میشه در سالمندی مثلا ممکنه با چیزهای مختلفی میدونید ما واکنش های حسی بدیم عشقی که به جهان عرضه میکنیم توانایی لذ... لذت بردن از پدیده های عادی خیلی خیلی بیشتر میشه اینکه روی نیمکت زیر آفتاب بشینیم و این آفتاب گرم فقط پوست ما رو لمس کنه این هم میتونه لذتی باشه ما در سالمندی انگار لذت رو در درون بیشتر جستجو میکنیم برخلاف در واقع جوانی که دنبال تایید بیرونی هستیم میخوام میگم پیری با تمام محدودیت های جسمی که به درستی شما میگید برای ما داره اما از یه جهت به لحاظ حسی به لحاظ ذهنی به لحاظ روحی میتونه اسباب ارتقا ما بشه آره یه کتابی رو ما در موردش حرف میزنیم به نام ون یا کی نوشته دانیل اچ پینک بود اونجا از این نمودار یو شکل در, در مورد زندگی حرف میزنه جالب اینه که پژوهشها نشون میدن این نمودار یوشه که انگار کل زندگیه نشون میدن بدترین دوران زندگی اتفاقا دوران سی تا چهل ساله برخلاف چیزی که ما کلیشه هایی که باور کردیم یعنی دوران سی تا چهل سال آدم پر از استرابه یا احساس افسردگی یا تنهایی داره سوالایی که نمیتونه جوابش پیدا کنه پژوهش‌های های زیادی نشون میدن آدم ها بعد از چل پنجاه سالگی به یه پذیرشی به یه سازشی با خودشون با جهان پیرامونشون میرسن به یه آرامشی میرسن یعنی میخوام بگم سالمندی اون قدری که تصویر رسانه ها میسازه چیز وحشتناکی نیست شاید برچسب تنها و افسرده بیشتر به جوان این روزها بچسبه تا به سالمندان باز خیلی فکت هست راجبش مثلا خودکشی در واقع در سالمندان در کمترین میزان خودشه اگر ما خودکشی رو یه عاملی بدونیم که بالاخره نشان دهنده نارضایتی از زندگیه سالمندان کمتر از تمام گروه های سنی به این دست میزنند. خب اینم در واقع نکته جالبیه تو سینما خیلی خوب خیال پردازی های مختلفی راجع به پیری وجود داره یکیش از جذاب فیلم مورد عجیب بنجامین باتن کسی که عمرش رو برعکس طی میکنه یا فیلم های دیگه مثلا 1988 فیلم بزرگ با بازی تام هنگس داستان اینه که چطور در واقع روح یک پیرمرد وارد روی یک میان سال وارد بدن یک نوجوان میشه یا مثلا همون سال فیلم در واقع درباره 18 سالگی که مردی 81 ساله در جسم نوه 18 سالش حلول میکنه ولی پایان همه این فیلم ها تلخه یا آدم ها به سن قبلیشون برمیگردن یا در واقع از دنیا میرن میخوام بگم تو سینما مینو میتونیم ببینیم که ما پیتر پن های جهان مدرن پیتر پن یه داستانی بود که بچه در کودکی باقی میموند همیشه بالاخره یه جایی حباب انکارمون حباب گریزمون از سالمندی با در واقع لبه های تیز واقعیت میترکه بالاخره یه جای مواجه میشیم با اصل موضوع هستی و زمان رو نمیشه از هم جدا کرد ما در زمان ساکنیم میدونید هستی و زمان با هم آغشتن با هم همپیوندن نمیشه اینا رو اگه زمان رو بگیریم هستی وجود نداره پس عملا میخوام بگم به جای انکار سالمندی که با روش های مختلف ما انکارش میکنیم چقدر خوبه که پذیراتر باشیم و در این پذیرا بودن کلی امکانات دیگه برای زیستن میتونه خودش رو به ما نشون بده یه کلیشه دیگه ای که راجع به در واقع میگن و یه جوره توهین به اوناست اینه که اونها رو در کلیشه های و رسمی انسان نیازمند مراقبت تصویر میکنن در حالی که قالب اونها اینطور نیستن البته مواردی وجود داره که مثل فیلم آمور فیلم درخشان میشایل هاین که ناگهان اتفاقی رخ میده کسی نیازمند مراقبته ولی قالب سالمندان وقتی از دنیا میرن به خودشون متکیان ضمن اینکه سالمندان بیشترین مراقبت رو هم از خودشون انجام میدن هم از نوه هاشون انجام میدن هم اگه همسرشون دچار مشکلی بشه از او انجام میدن این در شگفتم من که چطور نسلی چطور سالمندانی که دو نسل رو تربیت کردن و مراقبت کردن فرزندان و نوه ها متهم میشن به اینکه وابستن به اینکه نیازمند مراقبتن حال اینکه آمارها نشون میده در واقعیت اینطور نیست ما انواع و اقسام کلیشه های در واقع رسمی داریم راجع به سالمندی و به نظر من تجربه ما از سالمندی خیلی تحت تاثیر فرهنگ شکل میگیره اینکه فرهنگ چه چیزهایی رو برای یک سالمند مجاز میدونه چه تصویری رو باستاب میده از یک سالمند چه انتظاراتی رو از یک کهنسال سال میسازه یعنی میخوام بگم ما وقتی راجع به سالمندی حرف میزنیم باید بریم سراغ سازه های فرهنگی که ما درش قوطه وریم که ما رو شکل داده و کتاب هم در واقع همچین کاری میکنه مثلا یه کلیشه رایج اینه که افسردگی رو در, در واقع جنبه اجتناب ناپذیر پیری میدونن اصلا اینطور نیست افسردگی در جوانی به در واقع اتکا به آمارها خیلی اپیدمیک خیلی پرپجواک یا آلزایمر رو با پیری نظیر میدونن اینکه همه آدم ها در کهنسالی دوچاره میشن ولی اینطور نیست درسته که ادهی دوچار میشن اما آلزایمر فقط تحت تاثیر کهنسالی رخ نمیده میدونید ضمن این که اینم بگم امید بخشه ما وقتی آلزایمر میگیریم ممکنه حتی نام خودمون رو فراموش کنیم اما توانایی های حسیمون اما توانایی عملیمون همواره با ما باقی می مونه. یعنی حتی آلزایمر هم همه ذرات هویت ما رو نمیتونه بمکه. از ما چیزی باقی خواهد ماند. اگر کسی ساز میزنه بعد آلزایمر هم میتونه این کارو بکنه. و باز ارجاع میدم به قسمت قبلی فیلسوفی در تعمیرگاه که چقدر مهمه که ما با دستهامون بتونیم جهان رو یاد بگیریم با دست همون بتونیم کاری رو انجام بدیم ما که خیلی متکی هستیم به ذهنمون یعنی من میخوام بگم سروشان اون تصویر وابستگی به سمعک به دندان مصنوعی به عصا اون چیزایی که رسانه ها ساختن رو ما باید سرنگون کنیم البته من نمیگم سمعک بعد دندان مصنوعی بعد به افتخارشون دست میزنیم اینا کمک میکنن آدم ها راحت زندگی کنن ولی میخوام بگم اگر ما کهنسالان رو به خاطر به واسطه ای اینا تصویر کنیم اونها رو از طریق ناتوانی هاشون در واقع شناختیم نه از طریق توانایی هاشون خیلی نکته مهمی ها یعنی وقتی اتکای تصویر اون سمبول هایی که ما از پیری سالی میسازیم متکی بر این ادواته تعریفی که از سالمند داریم آغازش با ناتوانی های او ولی اونها پر از توانایی هن. باز در سینما اگر ببینیم شخصیت های کمی وجود دارن معمولا کلیشه های رسمی از مادر بزرگی که دم یه سماور داره چایی میریزه یا پدر بزرگی که ایدی میده خلاصه میشه و توصیه هم اینه که به اینها احترام بذاریم ولی سالمندان تا همونجوری که تا الان گفتیم پر از پیچیدگی پر از داستانن پر از فردیت ها و تشخص های متمایز و متفاوتن با هم دیگه خیلی کم داریم شخصیت های کهنسالی که, که این ویژگی ها رو نشون بدن و میخوام بگم این مهمه که ما اونها رو به عنوان ژانر ساده سازی نکنیم و فرو نکاهیم به کلیشه ها و بایگانیشون نکنیم میدونید این تصویر عمومی خیلی اثر داره روی اینکه تجربه سالمندی چطور تجربه خواهد بود دیگه اوجش در انیمیشن هایی بود که در نسل ما پخش میشد معمولا یه دوگانه بود تو خیلی از انیمیشن های اون دوره دیزنی که اگه شخصیت بدجنسی وجود داشت اون حتما سالمند بود یعنی یه دوگانه بود بین شاهزاده جوان زیبا و مثلا پیرزن جادوگر مثلا خبیس یه کسی که دیگ رو هم میزد و نقشه های بد میچید حتما آدمی بود که در واقع خیلی سنش هم زیاد بود این دوگانه ها برای بچه ها این تصویر رو که سالمندی چقدر چیز ترسناکیه فیلم دزد روز رو اگه یادتون باشه برای من خیلی اثر منفی داشت ما خانم من مامانم چون معلم بود و میرفت سر کار و مدرسه یه خانمی به نام بیبی بی که سالمند از ما مواظبت میکرد و بی بی خب شبیه اون شخصیت دوز عروسک بود یه ذره عجب و من میترسیدم از خانومی که الان که قصه هاش رو مرور میکنم و میشنوم میبینم بی یکی از مهربان ترین ساکنان این سیاره نامهربان بود یعنی اون کارهایی که او کرده بود و بی نظیر بود ببینید چقدر این کلیشه ها مهمن و چقدر این کلیشه ها این تصویر رو میسازه به سالمندی روی کرده مخرب بعدی به سالمندی اینه که سالمندی رو معادل کودکی دوباره در نظر میگیرن یعنی معتقدن ما در سالمندی دوباره کودک میشیم قرقرو میشیم نیازهامون مثلا شکل ابرازش کودکانه میشه ولی اینطور نیست میتونید در واقع ما سالمندانی رو میبینیم در اطرافمون که با این کلیشه رایج فرق دارن تو این روی کردی که ما پیری رو عین کودکی تصویر میکنیم یه نکته مهم وجود داره ببین شما ما برای خودمون در دوران در واقع سالمندی آزادی رو میخوایم مثلا اگه از بیننده ها بپرسیم که دوست دارن سالمندیشون چطور سپریشه قطعا علمان های توش هستی دوست دارن سبک زندگی خودشون داشته باشن ولی نکته اینه که برای عزیزانمون به جای آزادی امنیت رو میخوایم و آزادیشون از بین میبریم این کتابی هست مرگ با تشریفات پزشکی مال انتشار ترجمانه خیلی روایت دردناکی از آن چیزی داره که در خانه های سالمندان رخ میده برای طولانی کردن در واقع عمر اونها به شدت کیفیت زندگیشونو کاهش میدن مثلا پیرمردی دوست داره بیسکویت بخوره خب براش بده ولی این اینه که ما سالمندی رو به کودکی تبدیل میکنیم که اون عوامل اونجا اجازه این رو نمیدن یا مثلا پیرمردی که اگر عمل در راهی بکنه میتونه دو سال بیشتر زندگی کنه اما با چه کیفیتی؟ این سوالیه که خود اون آدم باید بهش جواب بده ولی عموما فرزندانش عموما محیط به جای اینکه به کیفیت زندگیش توجه کنن یا به آزادیش توجه کنن مسئلهشون امنیت اون آدمه این تضاد جالب یا آنگونه ای به تعبیر کانت رفتار کنیم که دوست داریم با خود ما رفتار شه و این نکته مهم اینه که میگن آخرین آهنگ کنسرت بیشترین اثر رو در ارزیابی اون کنسرت داره آخرین لحظه هاست بهش میگن قاعده اوج پایان خب این پایان مهمه و خیلی مهمه که پایان زندگی ما با چه کیفیتی سپریشه خیلی مهمه یعنی میخوام بگم اینقدر مهمه که کل تجربه زیسته رو میتونه تحت تاثیر قرار بده ما برای این پایانه اصلا آماده نیستیم برای این پایانه اصلا آگاهی نداریم و من فکر میکنم مهمترین نکته پذیرش حتمی پایانه یعنی اینکه مرگ یه مشکلی نیست که باید حلش کرد مرگ واقعیتیه که وجود داره و میشه با پذیرشش بهتر در واقع این پایان رو رقم بزنیم برای هر کس هم به نظرم میتونه نگاه خودش نظر خودش صادق باشه ما اجازه نمیدیم آدم خودشون تصمیم بگیرن تو این در واقع نگاه رویکرد مخرب بعدی همون پیر جدیده که راجبش حرف زدیم نیو اولده در واقع این تصویر پرتحرک سالم ثروتمند با یه گرمکن ورزشی معمولا تصویری که خیلی رسانه ها به ما میفروشن که محصولاتشون رو بخریم با مغز استخوان های سرشار از ویتامین های جوانساز و اینجور چیزا ولی این تصویر میدونین حسی که به آدما میده چیه اینی که من شبیه این نیستم و به میلیاردها ها نفر این حس رو میده که اونا پیری موفقیت آمیزی ندارن در حالی که تصویر واقعی پیری آن چیزیست که در رسانه ها که در زندگی عادی ما میبینیم خب خیلی از توانایی های جسمی ما رو به زوال میره میدونی و تو این صنعت باست میگم خیلی پول داره تولید میشه مثلا توضیح میدم که نسبت به زنان چقدر خشونت بیشتری اعمال میشه یعنی زنان تو تجربه پیری خیلی بیشتر درد میکشن رنج میکشن نسبت به مردان که توی فصل کتابش پرداخت پرداخته منم راجبش توضیح میدم یه دوره سروشان در آمریکا سیاه پوستاتون دوره تبعیض نژادی میخواستن خودشونو سفید پوست جا بزنن برای اینکه از حقوق

این در واقع پیر جدید همین کار رو داره میکنه در واقع پیرها میخوان خودشون رو جوان جا بزنن برای اینکه با تعریف و استانداردهای های جهان مدرن منطبق بشن پذیرفته بشن ولی به نظرم نقطه درخشان اینه که بدونیم جنبش سیاه جایی به سمر نشست که سیاه بوستان دیگه گیریم نمیکردن خودشون رو. آنگونه که بودند بودند و آنگونه که بودند به رسمیت شناخته شدن میدونید ما شاید مثلا توجهی که به مادر سالمندی میشه جنسش با توجهی که در جوانی میشه فرق داشته باشه پذیرش این میتونه به ما آرامش بده زنی رو تصور کنید که همواره مثلا در میان سالی در حال رقابت با دختران مثلا جوان نوپاست و خب همواره در این رقابت احساس رنج میکنه یه جایی ما باید رها کنیم این رقابت رو نوع دیگری از توجه رو جامعه باید به این آدم ها داشته باشه ولی خب در جامعه ما متاسفانه یکی از یکی از قطعی ترین و خشن ترین نوع ارزیابی ارزیابی جسم دیگه با تصویر بدنهای پیر رو نمیبینیم زیاد در رسانه ها تصویر واقعیش رو نمیبینیم نیاز داریم که به نظرم یه کمپین داشته باشیم که آدم ها بتونن آنگونه که یک سالمند هست باشن آنگونه که طبیعت زندگیه آنگونه که واقعیت زندگیه انقدر این در واقع ترس زیاد شده که رسیده به در واقع دوران نوجوانی ترس از سالمندی فروشگاه والمارت یه خط تولید محصولات و مراقبت از پوست را انداخته که مخاطبش و اون جایی که باید بخرن دختران 8 تا 12 سالن یه لحظه به این فاجعه نگاه کنید که یه فروشگاه بزرگ داره محصولی تولید میکنه که دختر هشت ساله نگران چروک های آینده است و داره اینها رو مصرف میکنه چقدر دردناکه آدم ها قدیم اینطور نبودن میدونید از یه جایی ما این جسم رو و تعریف اون از این جسم رو انقدر خوشونت بار کردیم دانشگاه کالیفرنیا سوشان یه تحقیق انجام داده در مورد تغییر قوای ذهنی آدما در کهنسالی خب خیلی چیزا رو از دست میدیم این یه واقعیت رو باید بهش اذعان کنیم علی نکته اینه که خیلی چیزا به دست میاریم این پژوهش واقع بینیش اینجاست که میگه حافظه کلمه به کلمه آدما کم میشه در واقع اونجایی که بتونیم محتویات یه لیست رو به یاد بیاریم کامل اما حافظه دیگری افزایش پیدا میکنه و اون حافظه جان کلامه حافظه جان کلام یعنی قدرت درامیختن و دست بندی کردن مسائل مختلف با هم دیگه دو تا چیز من خدمت میگم یه, یه جمله هی داشتم فکر میکردم از این ای که تو فضای مجازی هست متاسفانه عینش یادم نیامد ولی خب از این جمله های معروف فضای مجازی که خیلی خوبه که میگه که با بالا رفتن سنم دیگه چشمم ضعیف شده و نمیتونم از نزدیک تشخیص بدم به جایش از ده کیلومتری آدم ابله که داره میاد تو خوب تشخیصش میدن که و در تایید این حرف توی کتاب بسیار خواندنی که بارها و بارها هم من هم شما تو برنامه داشت صحبت کردیم همه دروغ میگویند ست استیونز دایوید و ویتس، نشر گمان توی شروع کتاب داریم که یه بار خانواده دور هم جمع شده بودن و میخواستن برای من یه همسر مناسبی پیدا کنن زن آیندمو میگه هر کسی یه چیزی میگفت پدرم گفت این زنی که به دردش میخوره این جوریه مادرم اینو گفت نمیدونم برادرم اونو گفت خواهرم هر کدومشون هم یک بخشی از وجود منو داشتن میگفتن ولی خیلی دار نادیده میگرفتن مادر بزرگم اومد گفت که زن آیندهش باید اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه و میگفت که من دیدم چقدر داره درست میگه عجیبه چرا مادر بزرگم اینقدر خوب توی کتاب برمیگرده به اینکه داده‌های بیشتری داره درباره اطلاعات و دیتا صحبت میکنه میگه تجربه مادر دیتا هایی که در طول این سالیان داشت از من از آدم‌هایی که دیده بود از زندگی‌هایی که موفق بود از زندگی‌های ناموفق توی این مثلا 80 و خورده سال اینقدر دیده بود که الان میتونست پیش بیدی کنه برای یک شخصیتی مثل من چه جور آدمی مناسبه دقیقا این معلومه که یادم هشتاد ساله لزوما همه حرفهاش قطعا درست نیست هیچ با. آدمی در دنیا هم حرفاش. درست نیست. ولی درست. این اطلاعات تجربه فراز و فرودها سردی و گرمیها تجربه ها دیدی میده که این دید میتونه خیلی جاها راه گوشا و کاربردی باشه چقدر جالب گفتین ما تو تمام کتاباز در واقع یه مفهومی که خیلی در موردش حرف زدیم اون دانش عملی بود تجربه زیسته بود در واقع ما خیلی اتکامون به دانش نظری زیاد شده و منابع عظیمی از تجربه زیسته رو که در کهن سالان هست رو عملا بهش توجه نمی‌کنیم در حالی که, خوبه که این دو با بالانس هم. باشه دقیقاً, هم. دقیقا, هم. دقیقا. تکیه بر یکی بدون نگاه کردن به دیگری قطعا میتونه مشکل دقیقا دقیقا, دقیقاً. همین پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشون میده که همکاری دو نیم کره مغز در کهنسالی افزایش پیدا میکنه برای همین در موردش حرف زدیم دیگه تو ذهن کامل نو توانایی مهرورزی و ادراک دیگران و درک دیگران و پذیرش دیگران در کهنسالان خیلی بیشتر از جوانانه یعنی یه حوصله ای و یه پذیرشی دارن که به نظر من حاصل اون خرد زیسته است باز تو تجربه پرنتینگ و والدگرین رو میبینیم مثلا پدر مادر خود ما بارها گفتیم که ممکنه آدم های سختگیری بوده باشن را بوده باشن و و کلی اما همین آدما وقتی پدر بزرگ یا مادر بزرگ میشن اون تجربه زیسته انقدر فربه میشه که میبینیم نوع تعاملشون با نوههاشون بسیار خردمندانه تره مرتبط بر لذت بر ارتباط بر میدونی این یه چیزیه که یه مخزنی از دانشه که ما به نظرم درهاش رو بستیم عملا با انزوای کهنسالان که خودمون رو محروم کردیم از اون بسیاری از آدما مهمترین کارهاشون رو در سنین کهنسالی انجام دادن ما آقای صحت من فکر می‌کنم دو تا نکته است که باید بدونیم یکی مرگ که بچه مثبت ولی تو جامعه ما ما دوچار مرگ زدگی هستیم مرگ زدگی یعنی اینکه ما اکثر شاید سالمندان اون حس رو دارن که دیگه تمام شده فرصتشون دیگه, دیگه آینده برای بچه هاست ما که عمرمون رو کردیم میدونی ولی میخوام بگم جنس دیگری از مواجهه با مرگ اینه که ما بدونیم آره وجود داره و واقعیت داره ولی ما تا آخرین نفس برای زیستن حالا با هر کیفیتی فرصت داریم و بسیاری از آدما کار مهمشون تو اون سن انجام دادن کانت نقد عقل محض رو که جهان ما به قبل و بعد از این کتاب تقسیم میشه در حدود 60 سالگی نوشته سوفوکلس ادیپ شهریار رو در شهست و هشت سالگی نوشته پیکاسو تا بعد از هشتاد سالگی نقاشی میکشید و عالی بود کاراش حالا نمونه های ایرانی زیادی هم داریم تو این حوزه مثل رودکی که خیلی عمر کرد و خیلی هم شاهکار و سعدی که اصلا خودش میگه دیگه هر دم از عمر میرود نفسی چون نگه میکنم نمانده بسی ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریابی یعنی تازه پنجاه سالگی شروع نگارش گلستانه درسته یا مولانا هم همین مسیر رو داره دیگه یعنی میخوام بگم به این مرگ زدگی که در جامعه ما وجود داره خیلی از توانایی های آدم ها رو بلا استفاده میذاره آقای شکوری چند جلسه پیش آقای دکتر سهرایان متخصص فوق تخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کتاب باز بودن و درباره توانایی های مغز صحبت میکردن و همین صحبت شما که مفتن مغز توانایی هاش خیلی میمونه میگفتن که خیلی متداول تو جامعه ما خیلی ها فکر میکنن تمومه در سنین سال خوردگی ولی مفتن خارج از ایران خیلی ها بالای هفتاد تازه میرن برای آموختن زبان کلاس های زبان پر از افراد سال خورده است که این هم براشون حالا یک سرگرمیه هم یک چالشیه هم یک لذتیه و هم یک ورزش ذهنیه دقیقا. خیلی میرن به سفر سفر به جایی که نرفتن و نمیشده و فرصتش نیست حالا حتی کنجکاون که زبون اونجا رو یاد بگیرن فرهنگ اونجا رو یاد بگیرن یعنی میشه که آدم این رو یعنی بعد باید زندگی کنیم که وقتی مرگ اومد جز قلعه سوخته براش باقی نمونه من چند تا ایده جالبم تو تکمیل حرف شما بگم یه ایده که تو کتاب میگه ایده دانشگاه سومه در مورد کلونی های حرف میزنه تو دانشگاه ها که افراد سالمند میان اونجا و هر کدوم تخصصی دارن که در اوج پختگی دیگه خب مثلا حسابداری طرف میدونه و شروع میکنه به رایگان برای آدم هایی که نیاز دارن به این تخصص درس میده در واقع هم داره ازش استفاده میشه هم از انزوا در میاد هم کسی که شاید مثلا هزینه ی دانشگاه رسمی نداره میتونه بیاد از یه آدمی حداقل اصول کلی اون تخصص رو یاد بگیره یه ایده دیگه ایده اینه که فروش خونه توی فرانسه و ایتالیا یه مدلی داره مدلش اینه که بعضی از آگهی ها سن فروشنده رو دارن مثلا میگه یه خانه در پاریس داره فروش میره مثلا مال سوزیه که هفتاد سال است داستان این سن اینه که اونجا یه چیزی رو دارن که آدمی که به سالمندی میرسه میتونه خونش رو بفروشه به شما شما اگه برای سرمایه گذاری فقط دارید خونه میخرید پول رو بهش میدید سند به نام شما زده میشه اون آدم ولی تا وقتی زنده است تو خونه خودش زندگی میکنه حالا با این پول میتونه بره سفر حالا با این پول میتونه در واقع تجربه های زیسته بیشتر داشته باشه یه خیلی از آدم که خونه رو برای استفاده نمیخرن مثلا میخرن 20 سال بمونه که پول کالج بچه ماشین رو بدن اون و خونه رو بخرن و اون با تخفیف ویژه و اون آدمم تو اون خونه باشه آره, دقیقاً در... آره دقیقا و تخفیف هم میدن دیگه این در واقع تو این مدل واگذاری املاک اون خونه چون هم اون تو جوان هایی آره. که میخوان بیان توی این خونه خیل خیلی خیلی, خوبه, خوبه. مست... هم برای اون سالمند خوبه. با اون پول چون فقرا متاسفانه و هم از تنهایی در میاد هم آره. یه همزیستی این, دل... این, هم میشه یا ایده این که مهد کودک ها و خانه سالمند با همی اشتراکی داشته باشن به جالبه که اونها خوب در خانه سالمندا خیلی تنها تو مهد کودک هم که خب نیاز به نگهداری با حضور پرستاران حالا جوانتر این ارتباط میتونه هم به بچه ها کمک کنه هم به سالمندان هم کل هزینه ها رو در واقع کاهش بده ببینید یا خیلی آساد ما جهان رو برای سالمندان طراحی نمی کنیم خیلی از آدمایی که سن زیادی دارن اگه من می بینمشون خب راجع کتاب مثلا تو خیابونی رو با من حرف میزنن میگم ما چشمامون نمیتونه بخونه خب چرا مثلا اگه کتابی تولید میشه یه نسخه مخصوص اونهایی که این مشکل دارن تولید نمیشه حالا شاید تعداد صفاتش زیاد شه هزینهاش بیشتر شه خب شاید کسی بخواد یه نسخه ویژه کسی باشه که خوندن این در واقع حروف کوچیک برای سخت باشه خیلی از مراکز تفریح اصلا رمپی که در واقع سالمند بتونه ازش عبور کنه بیاد رو ندارن من میخوام بگم رم که موزله بسیار آره حالا در... نه فقط برای سال خورده برای معلولین که واقعا اصلا آدم باورش نمیشه که نادیده گرفته میشن همین و انگار سالمندی هم نوعی از معلولیت که کمتر مراجعه بهش حرف زدیم جهان ما شهر ما چقدر برای اونا طراحی شده آقا صد ما دور میندازیمشون من نمیگم پیری محدودیت های رو نداره من نمیگم دچار زوال نمیشیم ولی میگم جامعه جوری با سالمندی رفتار میکنه که عملا اون امکاناتی که برای زیستن داره رو خیلی زود ازشون میگیره آدمها رو میکشه قبل از اینکه بمیرن میدونی این یه چیز عجیبیه که تو جامعه و باید راجبش شد ربطی نداره ولی چون دیدم الان شاید دیگه پیش نیاد من یه دوستی دارم که توی تصادف نخاش آسیب دیده و الان از ویلچر استفاده میکنن ایشون یه دفعه بر من صحبت میکرد باورتون نمیشه از مشکلاتی که میگفت که برای سوار شدن به اتوبوس، برای از پیاده رو رفتن به خیابون م. یا از خیابون اومدن به پیاده رو، ورود به خروج به مراکز میگفت هیچ جای این رم آقا ما آقا احتیاج داریم. میگفت من خیلی وقتا میخوام آبر بانک بلد. اینقدر ارتفاعش بالاست که من نمیتونم و باید به قیافه ها نگاه کنم درست. یه نفریو که به نظرم میاد مطمئنه کارتمو بهش بدم، رمزمو بهش بگم. بله. درسته. که که بتونه, که بتونه از که چیز ساده بدیهی یعنی سروش دنیا به طرز بی‌رحمانه برای جوانان آداپته شده و طراحی شده در حالی که ساکنان دیگری هم و ما هم بس در آینده جز اونا خواهیم بود میدونید تو رسانه ها فقط میگن احترام بزرگتر و فلان بعد بازش کنیم مسئله چه رنج هایی درش وجود داره من سروش بحث بعدیم در مورد پیری و جنسیت. من سه تا خواهر دارم و توی محیط زنونه بزرگ شدم چون پدرم هم اکثرا به خاطر کارش نبود با مامانم و تو این فضا اینه که حالا خیلی بوده. در واقع آره خیلی ممنون با جهان زنانه و رنجهاش آشنام در مورد پیر شدن قانون تبعیض آمیزی وجود داره که زنان رنج پیر شدن رو بیشتر حس میکنن یعنی وقتی یه وحشتی هست بهش میگن وحشت میان سالان از آینه از یه جایی به بعد خودش نشون که به نظر الان سنش رسیده به 20 سال که زنان سرزمین ما در آینه حتی دائما دنبال علائمی میگردن که بخواد مثلا پیری رو نشون بده یا بترسن چه کنن میدونید و از این ترس سازمان های عظیم اقتصادی دارن پول در میارن از این ترس گسترشی یافته ستاره کمیان کمی هن که با صورت واقعیشون روبروی ما بشینن میدونی هیچ زن 58 ساله ای شبیه ویکتوریا بکام نیست میدونی واقعیت 58 سالگی جور دیگریه هیچ مرد 58 سالگی شفیه تام نمیتونه باشه این ایدئال هایی که ما ساختیم و همیشه در نسبت با اونها پیریم یا زشتیم باید تغییر کنه این آدری, آدری بود که جایی ازش میخواستن عکس بگیرن مخالف روتوش بود در تمام زندگیش میگفت عکس واقعی من باید باشه وقتی گفتن این چروکا رو چیکار کنیم گفت اینا خیلی ارزش من این چروکا رو خودم به دست آوردم و اینا تاریخ زندگی منه و تأکید او برای اینکه تصویری که از من به عنوان یه ستاره ساخته میشه بسیار باید واقعی باشه که کسی بتونه خود واقعیش رو منطبق کنه بر من میدونی میخوام بگم چطور شما از من اینو عینن اینو از دهان سالها پیش جناب استاد سیروس ابراهیم زاده شنیدم که بله. میکنن چقدر چروک‌های های سالخوردگی زیباست بله. چقدر این چین هایی که میشینه اینجا بله. اینجا چرا ما زیبایی اینا رو فراموش میکنیم بله. که اینا عمر تجربه یعنی همون موی سفید را فلکم رایگان را نداده. بله دمیم. همینطور اینا تاریخ زندگی ماست و ما اینا رو الان به عنوان دشنام به یه عامل چیزی که انقدر طبیعیه و سرنوشت ماست به عنوان یه چیز غیر طبیعی میشناسیمش. میدونی باید جرأت طبیعی بودن داشته باشیم. باید تو جهان ما خیلی راجع به کودک درون حرف میزنن. به کودک درون رجوع کن. ولی ما پیرمرد و پیرزنی هم در درونمون داریم. آقا ماشاءالله درون داریم که راجبش حرف زدیم من رفته یه سفری و خب من در آستانه سی و چهار سالگی هم خب خیلی چیزا برام داره عوض میشه دیگه اون آدم شر و شوری که دنبال حیج و اینا نبود من دوست داشتم بشینم طبیعت رو نگاه کنم و میخوام بگم اینم بخشی از ماست اگه دوست ندارید توی جمعی بامزه باشید بامزه نباشید اگه حوصله هیجان و سرعت و یه کار عجیب ندارید نه انجامش ندید من میخوام در جهانی که تاکید میکنه رو کودک درون و اصالت میده به کودک درون تاکید کنم روی پیرمرد درون روی پیرزن درون اونم بخشی از ماست که و واقعیت ماست و خب شاید کم کم خسلت های ما رو در واقع تغییر بده البته سروش جان این تغییر اصلا ساده نیست یعنی این چیزی که ما داریم ازش حرف میزنیم جوانه بذر یک اید است میدونی که کمک کنه بهتر زندگی کنیم جوان، جهان ما به جوانی اصالت میده در واقع نیو پر ترین کلمه در جهان ماست اومدن بررسی کردن که کدوم کلمه است بیش از همه میبینیمش کلمه جدیده و این تقریبا از قرن مثلا 19 آرام آرام شروع شده تا همین الان ولی ما پیرها رو خیلی وقتا کهنسالان رو به عنوان نمایندگان سنت های مثلا قدیمی و پوسیده میبینیم در حالی که اینطور نیست بسیاری از آدم هایی که نوآوران ترین تغییرات اجتماعی رو در جهان انجام دادن در کهنسالی چون این کاری کردن پیرمردی که کم آب مصرف میکنه نه تنها نگهبان گذشته است که پاسدار آینده است چون برای اون که مهم نیست پیرزنی که زباله ای رو از طبیعت جمع میکنه پاستار من نوگراترین ایده ها رو و سرکشانه ترین ایده ها رو در زندگیم در تاریخ فلسفه از آدم های خوندم که در 50 60 70 80 سالگی بودن میدون اگر ما بیایم کل نوآوری رو محدود کنیم به دوره جوانی یعنی تاریخ اندیشه رو نفهمیدیم آقا سعد من, من در واقع بین دو تعریف دنبال راه سومی تو این برنامه بودم تعریفی که در واقع میگه از کار افتادن کوهنسالان یا تعریفی که میگه کوهنسالان بر همه کاری توانان هان؟ نه من میخوام بگم که بر همه کاری توانا نیستند خب بسیاری از ظرفیت های جسمی کم میشه اما زمان اونها زمان باقی مونده اونها فرصت بسیار با برکتیه که باید جدیش بگیرن و از اون تصویر مرگزدگی که متاسفانه زیاده در جامعه ما فاصله بگیرن اینکه خرسند باشیم به انسان بودنمون خرسند باشیم به همین انسان بودن با تمام رنج ها و ضعف این انسان بودن و اینکه روی حق بزرگ شدنمون پافشاری کنیم اونجایی که من راجع به شبکه های اجتماعی و این فشار روانی شدید روی آدم حرف میزنم در واقع یه اسمم باید داشته باشه اون حق بزرگ شدن حق, بزرگ حق بزرگ شدن یعنی حق پیر شدن حق اینکه چین و چروک داشته باشیم باز یه مثال بزنم اون فشاری که راجع به زنان گفتن در مورد مردان هم گونه دیگش وجود داره انتظاری که رسانه ها از یک مرد میسازن اینی که اون شور و حرارت جوانی رو باید داشته باشه در حالی که واقعیت های بیولوژی ما اینجوری نیست ما تغییر میکنیم و بدنمون طبیعیه که در واقع تغییر کنه با انواع اقسام قرص ها و داروها و درمانها سعی میکنیم به انسانی چیزی رو بدیم یه چیزی رو بدیم که اصلا اصلا مال اون سن و اون شر شرایط نیست میخوام بگم این حق بزرگ شدنه حق بزرگ شدن یعنی اینکه حق تغییراتی که با افزایش سن می رو به رسمیت بشناسیم و جهان رو برای این تغییرات و برای همه ساکنانش برای همه شهروندانش در واقع طراحی کنیم و این هم این کل حرف ما خیلی خیلی متشکرم مرسی سوالم بپرسم آخرمون اینه که در واقع چه سالمندی رو چه کهنسالی سالی رو دیدن که تاثیر عجیبی روشون داشته در تجربه زیستشون کجا مردی یا زنی کهنسال رو دیدن که چیز عجیبی ازش یاد گرفتن یا در سبک زندگی او چیز جالبی رو دیدن خوندن اینا میتونه به ما نیرو رو بده و اینکه ما از پیری نترسیم هر وقت که من برای های شما جواب ندارم میگیم که تو هم جواب بده هر وقت جوابش مثل همین الان حاضر تمام تو... شده <applause> <ده> شما... <applause> تو مجتمع از من سوال من توی جمع دوستان هر وقت میام یه حکمتی <applause> یه پندی <تص> یه ای بگم همه میگن بازم مادر بزرگه آخه آره من یه مادر بزرگی داشتم که هنوزم دارم تو این دنیا نیست ولی خب من دارم از خدا رحمتش خیلی ممنونم و فکر میکنم اصلا نگاهی که دارم به زندگی فارغ از اینکه درسته یا غلط خوبه یا بده و هرچی میگذره هرچی که بیشتر یادم میاد که چه جوری به دنیا و به زندگی نگاه میکرد و چه جوری منتقل میشه بگید کمی. ازش کمی از اون نگاهش به دنیا از چیزی که خیلی توش ستایش میکنید الان که نگاهش میکنید نه نمیشه بگم چون میدونین چون اینقدر زیاده که یه بخشیش میشه <applause> یه بخش خیلی کوچیک ولی آدمی بود که زندگی کرد اتفاقا تنها هم زندگی میکرد زندگی رو دوست داشت تا آخرین روز زندگیش بدون کمک بقیه خیلی با اقتدار و با خوشحالی زندگی کرد و هرچی که میگذاشتم احساس میکردم از مرگ کمتر واهمه داره تا روز آخر میخوند کار میکرد خونهش رو تمیز میکرد مراقبه ورزش میکرد خیلی سای دیگه ولی اینا اصلا چیزای مهمی نیست مهم نگاهش به زندگی بود که انگار از زندگی لذت میبرد بدون که طلب کار زندگی باشه چقدر خوب چقدر خوب و چقدر خوب که یه آدمی اینطور با شکوه زندگی کرده که در زندگی شما اینقدر پیشوا آره و, و همه ما یاد گرفتیم من آموزهاش یادم بمونه رون تاثیر بذاره و, و امیدوارم ما هم سالمندی داشته باشیم که کسی بتونه ازش حرف بزنه آره آره امیدوارم خیلی باشی. خیلی مرسی از شما خیلی ممنونم ممنون و خدا نگهدارتون تا نگهدار